شماره 13 پرسپولیس و تیم ملی. خیلی خوش اومدی. مرسی، خیلی ممنون. چرا 13 میپوشی؟ اجازه میدین سلام کنین؟ بله بفهمید. سلام خدمت شما، همکاران محترمتون، دوستان عزیزم، بینندگان و شنوندگان برنامه‌تون. مخلصم. 13، من روز اولی که تیم ملی انتخاب شدم زبان بودم. آیه افشین قطبی رفته بود، قرار بود قبلش هم دعوت بشم برای بازی های 2011 جام ملت ها، ولی انتخاب نشدم. اون سال من زبان بودم. زبان ما 6 تا بازیکن تیم ملی داشتیم، سپاهان 8 تا داشت. تیم ملی اصفهان داشت. دقیقاً تیم ملی اصفهان بود، یعنی هم سپاهان هم ما اصلا جفتیم استثنایی بود. بعد آیه قطبی که رفت، آیه منصوریان اومد، یه بازی تو ابوظبی بازی داشتیم با روسیه، منو دعوت کرد. شروع دعوتم به تیم ملی بود. البته من سال 85 یه دوره آقای قلونی سرمربی تیم ملی شده بود برای بازی‌های آسیایی. من اون موقع 19 سالم بود، 20 سالم بود. تیم ملی اون بودم، تیم ملی استقلال اهواز بود. برای یکی دو هم تیم ملی بزرگسالان دعوت شدم. 19 سالم بود، 20 سالم بود دیگه، ولی بعدش دیگه دعوت نشدم. اومدیم و آقای منصوریان منو دعوت کرد، رفت که آقای کیروش اومد یه بازی دوستانه فکر کنم با ماداگاسکار، فکر کنم اگه اشتباه نگم اسمش، اولین بازی کیروش هم بود. آره اسم کشورش یادمونه. تو رختکن بودیم که خب رختکن طوریه که پیرنا رو رو کمد آویزون میکنن. اومدیم یو لیستو که گذاشت، یو من شماره 13 بودم. خودت انتخاب نکردی؟ خودم انتخاب نکردم. شماره 13 بودم. دیگه از همون موقع دیگه شروع شد 13 پوشیدن من. البته زبان 20 میپوشیدم. زبان اومدم پرسپولیس. حالا چون دیگه از تیم ملی ادامه 13 رو 7 سال 13 رو پوشیدم همون سال اول. یعنی انقدر 13 پوشیدی دیگه الان یه عرقی بهش داری دیگه. الان آره دقیقاً شد شماره شانس من دیگه. نحسیش نگرفته؟ نحسی که نه، ولی میگم خیلی اصلا خیلی ها حالا بدتر از من رو 13 خیلی تعصب داره، من دیدم و برای من خیلی خوشیم بود. خدمتتون عرض کنم تیم ملی که 13 پوشیدم، از زبان اومدم پرسپولیس و 13 رو پوشیدم دیگه. دفاع راستا چند میپوشن اصلا معمولا؟ دو زیاد دو زیاد میپوشن. آره دو زیاد میپوشن، ولی حالا البته آره حسین کعبی هم 13 میپوشید که یه اردو داشتیم میرفتیم اندونزی بازی کنیم، مقدماتی جام جهانی بود، حسین دعوت شد تیم ملی که من پیرن شمارمو بهش دادم چون هم بزرگتر از من بودم، کاپیتان تیم کاپیتان من بود تو تیم ملی امید، دیگه 13 خودمو دادم، یه شماره دیگه پوشیدم بازی کردم. حسین کعبی بکنم بزرگ تیم بوده تو هر رده بازی میکرده. چون بدونم ولی مثلا تو 30 سالگی تو نوجوانان بازی میکرد چه فضایی. آره واسه 90 خورده فکر کنم بازی ملی داشت و داره، و اینکه خیلی هم بچه خوبی، فوتبالیست خیلی خوبی هم بود. او زوجش با آقا مهدی اصلا مهدویکیا زوجشون خیلی خوب، من دوست داشتم. و بعدش دیگه از همون آقای کیروش داد و منم دیگه 13 رو پوشیدم. 13 پوش ملی و پرسپولیس و ملی و بعد پرسپولیسی بودی دیگه. بله. یا مثل خیلی ها که بعد اینکه رفتن استقلال یا پرسپولیس گفتم ما از بچگی استقلالی بودم، بچگی پرسپولیسی. ببینید خاندان ما، حالا ببین بیشترین فامیلی تو بوشهر ماهینیه، یعنی بیشترین فامیل تو بوشهر ماهینیه. و حالا یه توییت هم فکر کنم 5-6 سال پیش زده بودم، ماهینی ها رو به اسم پدر و پدر بزرگ میشناسن. من خودم 7-8 تا رفیق دارم مثلشون حسین ماهینیه. و اینکه مثلا میخوان بگن حسین ماهینی، میگن حسین محمد حسن اسم پدرم و پدر از اون. آره مثلا ما تو محله خودمون 90 درصد ماهینیه، مثلا شاید 20 تا علی ماهینیه، مثلا میگه علی ماهینی 20 نفر میگن بله. شما بعد اسم پدر و پدر بزرگش رو بیاری یه بدون مثلا تو خود اسم پدرم مثلا 10 تا مشترکه. نه دیگه اونجا دیگه دو سه تا گزینه کم اتفاق میفته این، ولی اگه همچین اتفاقی هم بیفته دیگه شغلشو میگن، شغلشن رو همه اونجا یا جاشون یا ماهیگیرن دیگه. ماهینیا همه پرسپولیسی ان ماهینیا. ببین نه اینو داشتم میگفتم، ما خانوادتن شاهینیم، شاهین بعد شاهینیا اکثرا پرسپولیسی ان، چون بعد اون سالی که شاهین حالا منحل شد تبدیل شد به پرسپولیس، از همون زمان
پرسپولیسی شدن شاهینیا و خیلی ها تو بوشهر اسم بچه‌شون رو شاهین میذارن، یعنی ما تو بوشهر اسم شاهین رو شاهین ماهینی ثابت اسم عوض میشه. و اینکه شاهینی بودیم، من پدر بزرگم برای شاهین بازی میکرد، بابام برای شاهین بازی میکرد، داداشم برای شاهین بازی کرد، ولی من رفتم ایران جوان. یعنی رقیب شاهین از اونجا شروع کردم. رقابت اونجا هم این شکلی هست خیلی اوایل، یعنی اوایل که نه، قدیم خیلی بیشتر بود، چون دو تا تیم حالا لیگ استان خیلی با هم بازی میکردن، دربی بازی برگزار میشد، ولی بعدش که دیگه رفتن تو حالا لیگ 3-2-1 اینا دیگه کمتر به هم خورد، هم به هم کمتر خورد، هم زیاد با هم بازی نمیکردن، ولی همچنان اون کوریه بین شاهین و ایران جوان هست. بعد میگی به هوای شاهین پرسپولیسی بودم، به هوای از نسل به نسل اومد دیگه. بعد استقلال اهواز بازی میکردی چجوری بود بازی؟ ببین چون اهواز بود زر چیزشو کم میکرد. من 17 سالگی ایران جوان بوشهر که بازی میکردم لیگ یک کشور بازی میکردم، سنم خیلی کم بود، جوانترین بازیکن بودم ولی فیکس بازی میکردم. من یه پیشنهاد لیگ برتری داشتم که خواهرزاده های شفیزاده اونجا دانشجو بوشهر بود، خودش هم فوتبالی بود اینا، مثلا من بازی میکردم لیگ یک، میومد بازی ها رو میدید. و بعد به رضا جلالی ثابت که کاپیتان استقلال اهواز بود، همشهری ما بود، قومخیش ما هم هست و خیلی تو فوتبال من نقش داره رضا، همیشه هم مدیونش هستم، اومد یه شب ساعت فکر کنم 10:30 شب بود، من خوابیده بودم، یهو دیدم بابام بیدارم که گفت بیا رضا اومده دم در. بازی ها تموم شده بود، رفتم لیگ تموم شده بود، لیگ تموم شده بود، اومد دم در و گفت آره استقلال اهواز تو رو میخواد و وسایلات آماده کن، فرپسته رو ببریم اهواز دیگه. من رفتم اهواز، اونجا تمرین باشون کردم و قرارداد بستم. و استقلال اهوازی ها استقلال اهوازی هن خیلی هاشون، استقلالی نیستن، استقلال اهوازی، یعنی تعصبشون رو استقلال اهواز خیلی بیشتر. مثل شما نمیتونی بگی من سیتی و منچستر چون دو تا اسم دارن همشهری هستن، ولی مثلا طرفدار هم دیگه نه سایه هم دیگه با تیر میزنن میکشن دیگه. آخه سال 95 بود استقلال اهواز قهرمان شد، درسته؟ نه، ببینید اون استقلال خوزستان بود، تازه تاسیس بود. آها. استقلال اهواز ما استقلال قدیمی بود، الان تقریبا منحل شده دیگه. آخه میگم استقلال مثلا خوزستان که قهرمان شد، استقلال نه اون استقلال اهواز نیست، اون استقلال خوزستان. نه میدونم، میگم فرق داره با هم. استقلال تهران میگفتن که مثلا یه استقلالی قهرمان شد دیگه، ولی چرتی هم نداره هیچ ربطی. میگم استقلال اهواز اصلا خودشون تعصبشون رو استقلال اهواز خیلی، چون یه عکسشی با پرچم منچستر آره گفتی که چطور تو استادیوم میگفتن پرسپولیس منچستر انگلیس همچین چیزی. دقیقاً من تو اتاقم عکس تمام اسطورهای پرسپولیس زده بودم و همیشه من پدرم شرکت کار میکرد اونجا، هر روز بهش روزنامه پیروزی میدادن و میورد خونه، مثلا تو هفته دو سه بار پوستر میزد دیگه، من پوسترها رو با داداشم برمیداشتم میچسبوندیم به دیوار. خیلی فکر میکردی مثلا یه روز خودت بازی کنی؟ واقعیتش نه. ببین ما تو بوشهر که شاگرد یکی از اینا بشی، ببینید تو بوشهر که ما بازی میکردیم، اون زمانی که ما بازی میکردیم اصلا بوشهر فقط لیگ استان داشت، یعنی شاهین ایران جوان که شاخ تیمای بوشهری بودن تو لیگ استان بازی میکردن، یعنی حتی لیگ 3 هم نمیرفتن بازی کنن، لیگ 2 هم نمیرفتن، یعنی ما خیلی کم که بعدها شهرداری بوشهر اومد یه تیم خرید لیگ 1 که دیگه یه سری تیما میومدن مثلا بوشهر، ما میرفتیم استادیوم تشویق میکردیم دیگه، میدیدیم خیلی از بازیکنای مثلا قدیمی، مثلا خود آقای بهزاد غلامپور مثلا فکر کنم عقاب بازی میکرد، یا کوروش برمک بود فکر کنم خدمتتون عرض کنم، آیه اسماعیل هلالی بود، اینا مثلا با این تیماشون میومدن تو بوشه، ما اصلا عشق میکردیم اینا رو نزدیک میدیدیم. ما آرزو داشتیم بیایم تهران، مثلا من میومدم تهران استادیوم آزادی بازی پرسپولیس رو میدیدم، مثلا تا یک سال ذوقشو داشتم و میگم خیلی محروم بودیم ما لحاظ فوتبالی. جبش فرق میکنه استادیوم آزادی که میومدی با استادیوم های بوشهر؟ ببین من روز اولی که اومدم استادیوم آزادی، اومدیم یه بازی، هم بازی نبود، با ایران جوان بوشهر اومده بودیم یه بازی داشتیم، سال 82-83 بود، صبح بود، گفتیم بیریم استادیوم آزادی هم ببینیم،
ما همین رفتیم یهو دیدیم چرا گود شدی و استادیوم، همیشه خیال میکردیم مثلا هم سطحه، ولی برام جالب بود، برام اینطوری یه دور نگاه میکردم سرم گیج رفت، خیلی شکوه وحشتناکی داشت، میگیره آدم. کدوم بازی بود؟ هیچ بازی نبود، ما اردو داشتیم ولی رفتیم ببینیم بازدید کنیم، مثلا یه موزه بود برام، بچه خالی تازه، آره خالی، صبح بود اصلا، و اینکه آزادی رو من دیدم، چون خوابگاهمونم خوابگاهمون تو آزادی بود، خود مجموعه آزادی کمپ بود، کم تیم ملی که نه، این بر پیش سالن کشتی بود، یه خوابگاه بود اونجا، ما اونجا بودیم، رفتم دیدم و دیگه ذوق مرگ شدم و واقعا هم فکرشو نمی کردم که یه روز اینجا بازی کنم، روز سر هزار نفر آره دارم منو میبینن، یه روز مثلا بیام پرسپولیس، تیم ملی مثلا، کاپیتان پرسپولیس مثلا، تو مخیرات هم نمی گنجید اصلا همچین چیزی، بهش فکر میکردم، ولی این همه اون زمان که تو ایران جوان بودی فکر میکردی که مثلا برسی، چون قطعا هر کی اصلا فوتبال شروع میکنه تو خیابونشون هم بازی میکنه، که من یه روز میرم تیم ملی و زمانی که اومدم بزرگسالان بازی کردم جدی‌تر شد برام، ولی بازم فکر نمیکردم مثلا خدایی همه بهم لطف کنه مثلا به این جایگاه برسم. ولی چند سال پرسپولیس بودی؟ من 7 سال. 7 سال. چند سال کاپیتان بودی؟ من 4 سال آخر با سید جلال دیگه. سید جلال کاپیتان اول بود، بعدش من بودم، خب یه سری بازی ها جلال بازی نمی کرد، من کاپیتان می شدم. بعد اون جبه که استادیوم آزادی داره، چون تو ایران جوان هم بازی کردین یا حالا تیم های دیگه، حتی زباهن تیم بزرگیه، ولی نمیدونم جبه چه تفاوتی داره، من خودم مثلا فقط استادیوم آزادی رفتم. ببینید شما خب اون نگاهی که شما از تلویزیون به استادیوم آزادی دارین، تا زمانی که بیاین تو آزادی حتی بازی ببینین به عنوان تماشاچی زیاد تفاوتی نداره، ولی وقتی شما پاتون رو میزنین تو چمن استادیوم آزادی، زمانی که استادیوم پر باشه، شما همینطور یه سر به چرخونی 100,000 نفر رو ببینید، اصلا یه چیز وحشتناکه. حالا همین بازی شما بیاین تو دربی، بخواین دربی بازی بکنین، وارد استادیوم که میشید یو این ور نگاه میکنین، یو همه قرمزن، این ور نگاه میکنین یو همه آبیان، این ور داره به این ور چیز میگه، اون ور داره به این ور مثلا جواب میده، مثلا بعد یه ضربایی که بیرون میره نزدیک بیرون میره، آره دقیقاً. و خیلی یعنی میگم من همیشه به حالا تیمایی که بازی کردم همیشه به بچهای جوان میگفتم، گفتم یه جوری بازی بکنید که حتما به استقلال پرسپولیس برسین، شما اگه استقلال پرسپولیس بازی نکنین، یعنی اصلا حالا شاید تو تیمای دیگه موفق بوده باشین، حالا شهرت داشته باشین، حالا یه پولی هم به دست آورده، ولی ویترین استقلال پرسپولیس، ببین خیلی هم جذابه استقلال پرسپولیس، ولی خب اون حاشیه‌اش هم ترسناکه بعضن، همیشه میگم حالا میدونی منظورم چیه، یعنی شاید یه بازیکن ترجیح بده با من توی تیم پایین‌تر از اینا، حالا در نظر ما که میگیم استقلال پرسپولیس صدرن، بازی میکنم پولا رو همون جوری در میارم، شهرت رو نسبی دارم، ولی اون حاشیه عجیب غریبه رو دیگه تجربه نمیکنم. دقیقاً خیلی سخته، شما باید یه رویه آهنین داشته باشین برای استقلال پرسپولیس بازی کردن. میگم فشار هوادار هست، فشار رسانه است، خدمتتون عرض کنم اون اتفاقاتی که دور زندگی غیر از فوتبالیتون میفته هست، اون اصلا مهمتره. شما یه 90 دقیقه بگیم روزی 2 ساعت میرین تمرین رو میایین، 24 ساعت 2 ساعتش میری تمرین، بگیم 8 ساعتش هم میخوابی بقیه شی، اون مدیریتی که شما بعد بیرون از زمین داشته باشی خیلی خیلی مهمه. جنبه تو استقلال پرسپولیس بازی کردن خیلی مهمه، که هممون دیدیم دیگه بازیکنای جوونی که میان یکی دو سال بازی میکنن، یه خورده راشونو کج، پاشونو کج میذارن، راشونو کج میرن، ولی وقتی میفهمن کجا هستن دارن چیکار میکنن دیگه مجبورن صراط المستقیم بشن دیگه. یا که خدافظ، یا که دیگه خدافظ. ولی وقتی هم میرن، من خودم دو بار تجربه کردم، یه بار به خاطر خدمتم که رفتم، یه بارم که توافق کردیم با باشگاه جدا شدم. شما وقتی از استقلال پرسپولیس میری بیرون با اون نگاه عظیمی که همه از همه طرف بهت دارن، شما وقتی میری بعد این مدت دلت برای تدارکات تیم هم تنگ میشه، یعنی این همه وحشتناکه. ولی میگم بازی از نظر من کسی فوتبالیست بزرگی میشه که تو استقلال پرسپولیس بازی بکنه، تیم ملی بازی بکنه، این سه تا تیم
خب دیگه همه آرزو دارن. حالا هواداری همه... سپاهان مثلا میگن که نه نه اصلا کلا همه برای من قابل احترام هستن، همه هم میدونه من تو فوتبالم شاید یکی دوتا تیکه انداخته باشم ولی هیچ وقت کوری نخوندم و همه برای من قابل احترام هم، ولی این چیزیه که و برعکسش هم همینه دیگه. یعنی حالا خودت توی فضای مجازی هم هستی، مخصوصا توییتر که میدونی خیلی با کسی تعارف ندارن، ولی خب اونجا هم محبوبی چیزی که هست. شاید یکی دلیلش همینه، مثلا بعد دربی میتونی مثلا یه استوری یا پستی بذاری که به به و چهچه بیاد قشنگ سرازیر شه طرف پرسپولیسیا، ولی خب استقلالی هم برنجونه، مثلا میتونی بگی برام مهم نیست، من پرسپولیسی هم میخوام مثلا فلان حرفو بزنم. من هیچ وقت مستقیم مثلا میگم کوری نخوندم، مثلا استقلال اینه استقلال اونه، هیچ وقت خودت میگم من خدا رو شکر الان خیلی از استقلالی هم به من احترام میزنن، چون دیدن من تو طول این سالایی که بازی کردم اصلا نه بی احترامی کردم، نه فقط استقلالی ها، خود هواداران سپاهان، نمیدونم تراکتور، فولاد و خیلی از تیمای دیگه، هیچ وقت اصلا باشون دهن به دهن نشدم، کوری نخوندم، توهین نکردم، ولی این دوتا تیم به نظر من خیلی فرق دارن با تیم دیگه. خب میگه بعضی از بازیکنام با این حاشیه انگار که میخوان محبوب تر بشن، ولی نتیجه عکس میده دیگه قطعاً، چون خود پرسپولیسیه هم فرضاً اگه ببینه حسین ماینی داره با بی‌احترامی با هوادار حریف صحبت می‌کنه، شاید یه سریشون بیان بگن مثلا ای ول دمش گرم چه خوب مثلا تیکه انداخت، ولی خب در بلند مدت اینجوریه که من خب میگم بعدش... من مستقیم نه، ولی شاید سه چهار تا حالا یه کوری ریزم بیشترم تو توییتر، مثلا سایپا بودیم استقلال رو بردیم، من یه توییتام اکثرا کوتاه است ولی اذیت کننده است، مثلا استقلال تو آزادی بردیم با سایپا من نوشتم سایپا مطمئن و اون خیلی خب نه منظورم اینه خورداش... این ببین کوریه که نمک فوتباله، یه جایی میرسه دقیقاً به... کوری که مثلا توهین تلقی نشه. آره نه یه بار میگم مثلا بعد دربی طرف میاد یه حرفی میزنه که خودشو محبوب کنه یا حتی دوباره سر زبون بیاره با اون حاشیه داریم، ببینید داریم که خیلی متاسفانه زیاده. از پیش نسبت داریم تا بازی آره الان من خودم متاسفانه دیدم والا اینا همش برمیگره به دنیای مجازی. به نظر من این رشد وحشتناکی که دنیای مجازی داشت و خیلی از آدما، حالا من خودم به شخصی میگم، من همون آدمی هستم که همون حسین ماینی هستم که اینجا کنار شما نشستم و همون حسین ماینی هستم که تو نمیدونم توییتر و اینستاگرام و حالا جای دیگه فعالیت میکنم. هیچ وقت مثلا خودمو نخواستم مثلا خودمو خوب نشون بدم یا مثلا من همون من اینطوری ام، ولی خیلی ها اینطوری نیستم. من دیدم خیلی حالا نمیدونم بشه گفت یا نه، ولی خیلی ها هستن که رو گوشیشون خودمون دیدیم دیگه، حالا بچه ها پیج اصلی داشتن ولی مثلا رو همون بغل اکانتشون هم 5 6 تا مثلا فن پیج خودشون فن پیج هم بوده، حالا یه کارایی میکردم ولی من اصلا خودم بیزار کاری که میکردن چیه مثلا آقا چرا امروز بازی نکرد بوده دیگه، چرا باش تمدید نمیکنید دقیقاً هم... نمیدونم به قول معروف حالا به قول فوتبالی ها یار خریدن دیگه یار میخریدن، نمیدونم اصطلاح یار خریدن ها، یعنی دنبال جمع کردن حالا باندو میگی تو مجازی شو دیدم دیگه. آره دیگه تو واقعیت چی مثلا آقا با لیدر هماهنگ باشم این جایگاه دقیقاً دقیقه 13 حسین ماهیدی ها مثلا دیگه به تره خیلی... حالا اتفاقا من اون سالی که ما هفته دوم سوم با فولاد بازی داشتیم فکر کنم مساوی شد که حالا یه سری از این لیدرهای ما به اون هواداره اهوازی که اومده بودن حالا توهین کردن و اینا، هفته بعدش ما بازی داشتیم با استقلال خوزستان، رفتیم اهواز، بعد بازی که ما اومدیم دیدیم چه جوی درست شده، اهوازی ها دارن توهین میکنن و دارن کاری میکنن، اومدین اهواز در خدمتون هستیم، و همون بازی ما رفتیم بازی که راحت میتونستیم دو سه تا بزنیم، بازی 0-0 شد و من اونجا خب لیدر باشگاه یه توییت زدم برای لیدر باشگاهمون، شستمش، باشگاه خواست اخراجش بکنه، خب جلسه گذاشتن
آخه ببین واقعا شاید برای شما یه کوریه، یه تیکهیه، برای لیدره یه شعاریه، ولی ممکنه بعدش دعوا میشه اصلا. اصلا هم دعوا. ببینید اون بازی شما یعنی زن... هوادارا دیگه اینجوری نیستن که آقا مثلا حالا سف سف شد دیگه بریم خونه مون، وایس دعوا میکنه. بازی اهواز من میخوام بهتون بگم، این زمین استادیوم، این زمین بازی، خب من اینجا دفراز بازی میکردم، این شما از نقطه پنالتی تا نقطه پنالتی رو در نظر بگیر، من بودم، سید جلال بود، شجاع بود، محمد انصاری، این چهار تا دفاع ما بودن اون بازی. ببینید من اینجا سید جلال که وسط بازی میکردم، من تو شاد نیمتی جلال بازی میکردم اینور که سنگ میزدن، یعنی سنگ میزدن اندازه پرتغال فگراس نمیشد. اصلا بشارم همین بود، بشارم که جلو من بازی میکرد اصلا چست جرد من اوت نمیتونستم برم بندازم، اینقدر سنگ میزدن. بازی چرخید، محمد انصاری اومد چسبید به بغل شجاع، نمیدونم فرشاد نمازاد اومد چسبید به بغل نمیدونم وحید امیری، یعنی اصلا ما یه بر راست اصلا دقیقاً نیمه اول راست نداشتیم، نیمه دوم چپ نداشتیم، اصلا وحشتناک سنگ میزدن که من بعدش اومدم اون توییت انجام دادم و باشگاه، خب این رئیس قانون هوادار رو اون خواست، کسی در واقع مدیریت نمیکنه دیگه، مدیریت خودشونن دیگه، لیدرن دیگه، باشگاه لیدر هر کاری که ما من به عنوان کاپیتان تیم این کارو کردم و همونجا گوششون رو گرفتم، ولی بعدش دیگه به راه راست هدایت شدن. ولی میگم من دلم برای تیمم میسوخت، چون اون بازی ما میتونستیم راحت با دو سه تا گل ببریم، ولی سر ندونم کاری این آقایون حالا یه چیزی که شد، باشگاه حتی میخواست اینا رو اخراج کنه، من گفتم آقا نکنین، اینا نون زن و بچه‌شون رو میدن، بذارین حالا یه فرصت دیگه بهشون بدین، که بعدش اومدن معذرت خواهی اینا کردن، ولی اولتیماتوم رو بهشون داده بودیم دیگه. خب ما به عنوان کاپیتان تیم موظف بودیم، نه فقط تو زمین، ما همه بچه ها رو با مدیریت میکردیم. برانکو به من و سیجلال گفته بود، گفت شما دوتا قشنگ علنی به ما گفت شما دوتا هر کاری کردین حرف منه، شما میدونین چه خبره، اون چیزی که سلوه رو برای تیم انجام میدیم که ما چجوری میتونه مدیریت کنه. مثلا مربی خارجی شاید لیدر به این معنی توی فوتبال اروپا فکر نمی کنم باشه، من یعنی لیدری که اینجوری خرجشو ندیدم، من تجربه رو تجربه لیدر اروپایی رو ندیدم، حالا اینو میتونه از سردار یا مهدی بپرسیم چطوریه، ولی اون چیزی که تو ایران و ما باش کار میکنیم اینطوری، متاسفانه حالا یه سری کارهای سوءاستفاده دیگه هم میکنن یه سریاشون البته، ولی به مثلا همون توییتی که میگی ممکن آقا لیدر و به حال یه تیم هن دیگه، با حسین ماهینی دیگه حال نمی کنیم، چه توییتی همون... میزده دیگه اصلا تشویق میشه حسین فردا... ماهینی تو فردای همون... فردای همون روز تو ورشگاه کاظمی ما داشتیم دیگه مشکل، هوا تمرین آزاد بود، هوادارا مثلا 2000 نفر اومدن سر تمرین و منو تشویق میکردن، یه 20 تا لیدر داشتیم، فقط سردست لیدرها رو تشویق می‌کرد که بعدش دعوا شد و لیدر رو برای چی باید تشویق کنیم؟ میگم دیگه سر لج و لجبازی من دیگه که من این کار رو باش کردم، ولی دیگه میگم بعدش درست شدن و کار خودشون رو انجام دادن و یکی از مشکلاتی هم مشکلات که نه، یکی از کار خوبی هم که کردیم ما اون زمان این بود که اصلا لیدر رو تو رخکن راه ندادیم، یعنی اجازه نمیدادیم لیدر بیاد تو رخکن. علی دایی هم خیلی حساس بود، اسمش مشکل داشت با این داستان لیدر آره. اینا یه میگم یه اونم خیلی تو کتش نمیرفت این فضا. خب ببین اونایی که حالا من اصلا نه منو استثناء بذارین کنار، اونایی که خود علی آقا دیگه فوتبال ایرانو به نام علی دایی نزنن، به نام کی میخوان بزنن، و اینکه میگم فوتبال همشون 90 دقیقه نیست، ماها میدونیم چه خبره، حاشیه رو میدونیم، کی داره چی کار میکنه رو میدونیم، کی داره نمیدونم چوب تو آتیش میکنه رو میدونیم، و هوادار که این چیزا رو نمیدونه، ما که دقیقه فقط 90 دقیقه رو میبینه، فقط 90 دقیقه با حالا حواشی که از این ور اومده دقیقه ما بعد 0 تا 100 کارو مثلا بسنجیم، اون شرایطی که برای تیم خودمون خوبه معیا بکنیم. میگم استقلال پرسپولیس برای همین نخورده شرایطی سخته، مخصوصا وقتی بزرگ تیم باشی، کاپیتان تیم باشی، میگم به این سختی ها میارزه، میگی فوتبالیستا باید تجربه شون، دقیقا باید همچین اتفاقی بیفته براشون، نمیگم به این حاشیه هاش و اینا میاد، چون میگم پوله رو جای دیگه میتونه در بیاره، میتونه، ولی اون اعتبار رو اون اعتباری که استقلال پرسپولیس به یه بازیکن میده، با تمام احترامی که به همه تیم‌ها قائلم و دوستشون دارم، بقیه تیما نمیدن. نمیدن شمشیر دولبم هست بله، بعضی هارم کلن یه آره کاری میکنه دیگه اصلا
خب من به شانس خیلی اعتقاد دارم سر این موضوع، ولی میگم به بستگی به عمل کرد و اون رفتاری که بازیکن مخصوصا بیرون از زمین انجام میدم بستگی داره. حتما. سلام، اسپانسر این قسمتمونم دیجیکالا است. دیجیکالا به تازگی گزارش سالیانش رو منتشر کرده، گزارش سال 1401. این گزارش به صورت آنلاینه و یه فصل خیلی جذاب داره تحت عنوان من و دیجیکالا. میری داخل، شما واقعا خاطرات رو برات مرور میکنه، یه خاطرات یا یه جاهایی میکشه بیرون که اصلا شما تعجب میکنی. مثلا اولین سفارش در دیجیکالا فکر میکنی چی بوده؟ خود من یه کیسه بوکس خریدم، یعنی خود مایک تایسون کیسه بوکس نخریده به عنوان اولین خرید. گرونترین خریدتو میگه، کیسه بوکس 273,000 تومان بوده. گوشی آیفون گرونترین خرید من از دیجیکالا بوده، 26 میلیون. الان نمیدونم چنده واقعا. ارزون ترین خریدم یه پیکسل لیورپول بوده. چرا خریدم؟ احتمالا خریدم مثلا پیکش رایگان بشه. و خیلی باحاله، یه سری واقعا خاطره بازی میشه کرد باهاش. آخرش هم نوشته که ما به همراهی با تو افتخار میکنیم. زنده باشی، لطف دارید. نفهمید. 1,400,000 تومان هم مجموعا تا حالا تخفیف گرفتم. کمه به نظرم، هنوز کمه. بله، چیه این خاطرات واقعا؟ بریم ادامه گفتگو رو با هم ببینیم. بعد این فضایی که حالا لیدرها خیلی توش تاثیر میذارن، اگه چجوری اصلا میشه مدیریتش کرد؟ ببینید، یعنی مدیریت باید بگه که آقا شما یه شرح وظایفی داری. دقیقا. دیگه ببین، کار لیدر تشویق کردن تیم، مربی هماهنگ کردن، حالا نمیدونم یه سری شعارا، نمیدونم کسی پاشو کج نذاره یه اتفاقاتی دیگه تو استادیوم نیفته، نمیدونم خدمتتون کسی ترقه نزنه، نمیدونم یه جایی مثلا توهین به داور نشه شد به ضرر تیم باشه. این کارهایی که لیدر وظیفه لیدره، وظیفه لیدر فقط تشویق کردن تیم و بازیکن و مربی، حالا هر کسی دیگه است. ببین تو استقلال پرسپولیس نه، ولی مثلا تیمای دیگه شنیدم که لیدر مثلا بعد بازی میره تو رختکن، بازی بعدی نبرید مثلا فلان کارو میکنه. موزلات فوتبال ایران همین، میگم دیگه، برای همین ما اجازه نمیدادیم، مثلا ما اجازه نمیدادیم دم رختکن هم بیاد. یکی دو بار اومدن که قیچی کردیم دیگه. ولی دقیقا من خودم فکر کنم 3-4 روز پیش بود داشتم میخوندم، یکی دو تا تیم بودن مثل اینکه لیدراشون شهرستانی هم بودن، نمیدونم رفته بودن تو رختکن. این اصلا استرس و جو و همه چی تیمو به هم میریزه، بازیکن استرس میگیره برای بازی بعدش، ولی تاثیر مثبت نمیذاره. مثلا خیلی فکر نمیکنم که بازیکنی رو تهدید کنی بگی خب من تهدید شدم دیگه، امروز بهترین بازیمو انجام میدم. همه بازیکن‌ها دوست دارن بهترین بازیکنشون رو، بهترین بازیشون رو انجام بدن، ولی این رفتاری که انجام میشه استرس رو زیاد میکنه. و مثل خیلی چیزای دیگه که تو اینجا مدیریت نمیشه به نظر من. این هم مثلا اون توییتایی بود که میگی کوتاه ولی کوتاه مختصر مفید داستان میشه. بازیکنهای خارجی پرسپولیس کدوم بهترین بازیکنی که حالا خودت باش بازی کردی یا فکر میکنی بهترین بازیکن خارجی پرسپولیس بوده یا حتی فوتبال ایران؟ ببین من همبازی خارجی زیاد داشتم، هم حالا استقلال اهواز و هم پرسپولیس، ولی میتونم بگم بشار رسن یه فوتبالیست اصلا عجیب غریب بود و بی‌حاشیه مثل خودت. آره دقیقا، و خیلی فنی قوی بود و من دوست داشتم بیشتر بمونه تو پرسپولیس، ولی به قول معروف همون سالی که مطالبات آقای برانکو به مشکل خورد بعد ده دوازده ماه پرداختی نداشتم بهش، خب بشارم بعد دو سه سالی که بازی کرد، دو تا فینال آسیا رفت، تیم ملی بود، همه جامایی که بعد تو ایرانو به دست می آورد آورد، بعد دنبال زندگیش هم میرفت دیگه، رفت قطر و براش هم خدا رو شکر خوب شد دیگه. جادوگری تو فوتبال چی جوریه؟ داریم تو لیگ ایران؟ تو لیگ برتر هم نه کلا داریم؟ ببینید چیزی من نه خودم دیدم نه پیشنهادی داشتم نه به کسی پیشنهاد دادم، ولی به نظر من یه علمیه که تو دنیا هست. علمه؟ علم به نظر من یه علمه. از
2000 سال پیش 3000 سال پیش همچین دیدی همچین چیزی اصلا من ندیدم ولی نشنیدم حتی نشنیدم ولی دیدم یه سری یه کارایی میکنن نمیدونم به قول معروف دم دروازه و نمیدونم حتی ترکیب و عوض کردن اینا رو شنیدم من خودم ندیدم شنیدم ولی فکر کنم یه سری ها این کارا رو میکردن و میکنن به نظر جواب میده ببین اینا همش انرژی منفیه اینا همش انرژی منفی مثل حالا یه سری ها که میرن دعا میکنن شما همیشه نگاه کنین اونای دعا نویسا همیشه از همه بدبختن به خاطر اینکه برای خودشون انگار جواب نمیده اگه تو آره اصلا چون انرژی منفی دیگه شما هر انرژی منفی بفرید برمیگره خودت میزنی و شاید تو کوتاه مدت جواب بده ولی بعدش ده برابر تو کوتاه مدت اگه مثلا جواب بده برای دو سه تا بازی شاید بشه استفاده کارو در میاره دیگه قرارداد سال بعدش رو تنظیم میکنه ببنده آره آره دیگه ولی کلن من میگم هست همچین چیزی هست ولی من اعتقادی من به فال قهوهش هم اعتقاد ندارم ولی چه برسه آقا به جادوگری که میگی علم علمه دقیقاً علمه یه علمیه که خیلی حالا نخواهیم بازش بکنیم از زمان قدیم هم بوده خیلی ها سختی میکشن ریاضت میکشن به خاطر اینکه به این علم برسن خیلی ها چله میشینن اصلا بذار بازش بکنم دیگه خیلی ها کتاب میخونن خیلی ها میرن دنبالش خیلی ها بیابون میرن خیلی ها این مرور میرن و من شنیدم اینا رو ولی هیچ وقت سمتش نرفتم ولی همچین چیزی هست هست تو فوتبال ما هم تو فوتبال ما هم هست بله نمیدونی نتیجه داده یا نه نمیدونم امیدوارم که نتیجه جلوی شما استفاده نشده میگم اصلا استفاده هم بشه من کجا و بدونم استفاده شده یا نشده یه بار یه ویدیو میدیدم یه توی فکر کنم دیگه آفریقا همچین جایی بود دیگه مثلا دسته یه که یکی از این کشورها میخورد به تیر گل هی میخورد به تیر رفت یه پتری بود چی بود فرار کرد آره هد اول رفت تو گل فکر کنم برنامه خودتون 120 شاید نشون داده فکر کنم منم دیده بودم اینو آره ولی میگم اصلا همچین چیزی هست ولی بیمه کرده بودم بیمه تو ورزشگاهی بازی کردی که بانوانم تو استادیوم باشن آره تو ایران ها ایران نه نه ایران نه ولی ما یه بازی داشتیم آسیایی با پرسپولیس ابوظبی بازی داشتیم با الوحده خب منم خانومم و مایسا رو برده بودم دختره آره دخترم هنوز پسرم دنیا نیومده بود بردم استادیوم اون بازی 2-1 عقب بودیم 2-1 عقب بودیم خب من بازی کاپیتانم بودم من مثلا پیش خودم میگم دقیقه 70-80 اینا بود من پیش خودم میگفتم بابا ما برای اولین بار مثلا خانومم آوردم استادیوم الان ما بریم خونه چی بگیم میگه یه بار آوردی ما رو باختی و اینا داشتم فکر میکنم کدوم میگم همون بازیایی بوده که تلویزیون آره ولی جوش آره ولی جوشو بعدن تعریف میکنن خیلی خوب بود 2-1 عقب بودیم که من با محمد انصاری 1-2 کردم یه پاس بیرون پا دادم که مهدی پرید سر زد 2-2 شد بعدش سروش چیپ زد و مهدی دوباره زد 3-2 بردیم اون بازی رو اون بازی 3-2 بردیم خب سر خانوما بالا رفتی آره نه خانوما وایساده بودن اونور یعنی هواداره ایرانی بودن خب خانوم من و بقیه بانوانم اونجا بودن و خیلی بعد بازی رفتیم باهاشون فکر کنم چی میگن این دست ایسلندی رو زدیم و من همش رو برو خانوم هم داشتم خوشحالی میکردم پیش خودم میگفتم خدا رو شو دیگه بریم خونه آبرومون این تأثیر رو داره رو بازی فوتبالیست هم دقیقه ببینید خیلی تأثیر داره یعنی فکر کنم اولین بازی که بانوان اومدن تو استادیوم 14 تا به کامبوج زدیم فکر کنم کامبوج بود بعد جدا از رو جب استادیوم هست میکنم تأثیر داره ببینید اصلا بیاین از صفر شروع بکنیم شما وقتی که بانوان رو به استادیوم را میدین خب مطمئنا جمعیت هواداری که تو استادیوم میشه تقریبا دو برابر میشه این یک درآمدزایی میشه فرهنگ سازی میشه اگه قراره تو استادیوم حالا یه سری حالا بد دهنی بکنن یا حرفای رکیک بزنن وقتی مثلا بمیرن خانومی اینجا هست من نمیگم شاد نزنن ولی صفر نمیشه شاد به مرور زمان صفر بشه ولی کم میشه شاد من به شما قول میدم شاد 50% ریزش میکنه
و شما همین رو ادامه دارش بکنی هم درآمدت میره بالا هم دیگه لازم نباشه میشه. رو تیشرتت هم بیا تبلیغ بزنی دقیقاً اصلا نشاط جامعه میره بالا. خانوما میدونن که مثلا هفته یه بار ما میتونیم مثلا بریم استادیوم بازی تیم محبوبمون رو ببینیم، هیجانمون رو خالی بکنیم، به راه کج نریم و خیلی اتفاقات بهتری میفته. همونطور که بابا ما که دیگه عربستان که دیگه خودش ما از اون الگو میگرفتیم تا یه مدت همه چی مال عربستان دیگه. خب دیگه عربستان آزاد کرده، عربستان تازه راحت هم آزاد کرده، یعنی هر کی هر جور دوست داره بیاد استادیوم دیگه. ما که دیگه از عربستان تر نیستیم، خیلی راحت میتونیم این کارو و امیدوارم حالا امسال نشد ولی امیدوارم از سال دیگه بشه، چون واقعا هم تو رشد فوتبالمون هم نمیدونم درآمدمون هم هر چی رو شما فرهنگ هواداری حتی اون کسی که میاد در استادیوم تخمه میفروشه، آب میفروشه، نمیدونم ساندویچ میفروشه، همونو اگه روزی مثلا 1000 تا بفروشه وقتی خانوما ورود میکنن میتونه 2000 تا بفروشه. اصلا این چیزای خیلی کوچیکه که اصلا دوستان توجه نمیکنن، اصلا نمیدونن، بلد نیستن. ببین یه چیزی هست به اسم زیر ساخت، خیلی الحمدلله جامون، یعنی اینجوری نیست که زیر ساخت یعنی این درست بشه بانوا میان، یعنی نه میان بگن دلیلش چیه، همیشه میگن زیر ساخت. ما همیشه میگیم اینجا خرابه، بابا شما باید اینجا رو پله پله درست بکنید تا اونجا درست بشه. ما میگیم اونجا فقط بابا باید به قول شما زیر ساختا درست باشه که الحمدلله. مینی من خودم به شخصه نمیدونم زیر ساخت یعنی چی، یعنی زیر ساختی که آیو میتونن برن استادیوم، بانوان نمیتونن برن، چیه دقیقاً؟ آقا میگن این قسمت میریزه در غربی رو بدن بانوان، در شرقی رو بدن روبرو هم بشینن، مثلا برای شروع شرقی و غربی روبرو هم بشینن، من در ورودشون یه جا، خروجشون یه جا، اصلا خیلی ساده است ولی شان نخوان و شاید حالا یه سری فشارها باشه شاید اجازه ندن ولی من نمیدونم، ولی ورود بانوان به استادیوم آزاد بشه خیلی اتفاقات بهتر میفته. اصلا میگم نشاط جامعه میره بالا، درآمدزایی میشه. میگم یه مثال کوچولو بود دیگه، اون کسی که تخمه ساندویچ آب میفروشه در استادیوم درآمدمون هم میره بالا. خب درآمدمون بره بالا، درآمدش برمیگره میاد تو خانواده تزریق میشه. هزار قبل از همه اینا این که اصلا خود ممنوعیت عجیب بود، میگم دلیلش یه چیزیه که نمیشه گفت چی زیر ساخت. خب تا کی قراره مثلا بعد مثلا یه تایمی آزاد میشه میان دوباره زیر ساخته اینجوری سینوسی بعضی وقتا ایشالله حل میشه. ایشالله توی توییتر و کلا فضای مجازی خیلی پیشروی در واقع من خوندم که مثلا اولین فوتبالیستی که از حساب پرسپولیس اومده تو اینستاگرام چه سالی اومدی؟ من اولیش نبودم، من فکر کنم چیزی که من تو ویکی‌پدیا اواخر اینستاگرام فکر کنم 2012 بود، 90-91 بود اینستاگرام اومدم. ما فیسبوک بودیم هنوز، منم فیسبوک رو داشتم، من یاهو هم داشتم، من یه آیدی یاهو داشتم 2000 یعنی 3-4 تا داشتم، اومدم خیلی با کلاس داشتم. مثلا یادمه سال 2003 بود مثلا من چرا 3-4 تا آیدی داشتی؟ ها؟ چرا 3-4 همینطورین جوان بودیم خام بودیم بعد یه آیدی مثلا سال 2003 بود، اواخر 2003 بود، من اومدم نوشت آیدیمو درست کردم حسین 2004، یعنی مثلا می اومدم تو روم میگفتم 2004 ما الان 2003، مثلا پیش خودم این فکرها رو یه سال جلو هم. بعد برای اینستاگرام خب من خانومم مثلا بهم گفت که یه چیز اومده، خانومم زودتر درست کرده بود گفت که یه برنامه آره شبکه اجتماعی اومده به نام چیز، من زیاد توجه نکردم، گفتم فیسبوک دارم دیگه. اومدیم تو اردو امیر آبدزاده پرسپولیس بودم، فیسبوکمو داشتم، سر میز شام بودیم داشتیم میرفتیم، دیدم امیر آبدزاده گوشی دستش رو توی یه چیز داره بالا پایین میکنه. اون زمان اگه یادتون باشه اینستاگرام همه عکس غذا میذاشتن، عکس در دیوار میذاشتن غذا. بعد گفتم این چیه؟ گفت اینستاگرامه دیگه. همون موقع آره امیر داشت که من ولی میگم 2012 اینا بود فکر. بعد اومدی توییتر. توییتر رو من قبلش هم داشتم، من زبان بودم توییتر داشتم 2011 ولی فعال نبودی. فعال خیلی هم نمیدونستم چیه، یه سری چیزها رو مینوشتم و یه پاک میکردم
توی تمام دیگه فعالیت نداشتم تا رفتیم جام جهانی و همه تیما از 32 تا تیم یکیش توییتر اکانت رسمی وریفای شده داشتم ولی ما نداشتیم. خب من اکانت هم آوردم بالا. تیکت هم پس گرفتن که تیکه آبی تو پس گرفتن. آره دیگه آی ماسک. ولی همینجا اعلام میکنم با آقای ماسک آقای ماسک کدوم دوربینه آقای ماسک من یک سنت هم از این مملکت خارج نمیکنم که تیک آبی برگرده. خودت خارج خارج بابا جک دورسی اینطور گذاشت تو سینی گفت بفرما توییت زد خوش آمدگویی گفت بخیله دیگه ایلان ماسک نمیدونه. آره 44 تا داده مجبور در بیاره دیگه. نظر راجع به توییتر چیه؟ چون خیلی از فوتبالیستا یا مثلا بازیگرا اینا اومدن توییتر دیدن نه مثل اینستاگرام که مثلا همه نوشابه باز کنن نیست. توییتریا شخصیت اصلی خودشونن با تمام شوخی ها با الان اتفاقات الان نمیدونم سیاسی اجتماعی هر چی تعارف هم خیلی تعارف ندارن. آزادی بیان اونجا به وفور میشه دید. همه هر جور دوست دارن خیلی رک خیلی بی پروا می نویسن. من توییتر رو خیلی دوست دارم یعنی شبکه اجتماعی محبوبم بله توییتره. خب فعالیت هم توش از همون اول زیاد انجام میدادم. تو دنیا هم توییتر اوله یعنی هر اتفاقی تو دنیا میفته اول توییت میشه بعد حالا سایت ها و پیجای دیگه میخوان حالا اینستاگرام حالا هر جای دیگه. ایلان ماسک میتونه همون اول نگهش داره یا نه با این سیاست با این سیاستی که به نظر من پیشکسوت توییتر واسه به نظر ما این رای که داره میره خیلی ها رو من دیدم که داره زده میکنه از توییتر با این اتفاقاتی که داره نه فقط اصلا کار من تیکابی اصلا مهم نیست اصلا کار به این چیزاش ندارم ولی یه سری کارهایی که داره میکنه سیاستی که به نظر من داره دنبال میکنه به نظر من خیلی از نه فقط ایرانی ها کاربرا رو اصلا داره میپرونه. میگم 44 میلیارد دلار پول داده خریده. خب اوبر جک دورسی اومده با 2000 تومان یه شبکه بلو اسکای رو تأسیس کرده. اونجا هم فعالی اونجا هم هستم با اجازتون اجازه مامون هستی شما و فکر کنم اون بلو اسکای بتونه یعنی خیلی سالها طول میکشه بخواد رقیب توییتر بشه همونطور که اول آدیداس بود نایک رقیب آدیداس بود حالا اومدن روبرو هم. من خودم آدیداس پوشم میدونم دیگه نایکی رقیب آدیداسه ولی گرفتش دیگه. ولی تقریبا الان یه خورده شاد زده بالا ولی ما هنوز تعصبمون رو آدیداس داریم آدیداس پوش و هنوزم وفاداره به اون آدیداس سخت اون لوگو قدیمیش هم همچنان آلمان 90 میپوشید. به خاطر آدیداس آلمانی شدی یا به خاطر آلمان نه. آدیداس پوش؟ ببینید من ما خونه پدر بزرگمون تو بوشهر خب لب آب بود و خونه قدیمی سقف چندلی میدونی چیه؟ ما میدونی این چوبا؟ چوبا یکی کلوف یکی نازک نه چوبای کلوفت ما بهش میگیم چندل با حصیر و گل آره. و اینا درست میکردن خونه مثلا مال همین الان هم هستش. چی بود اسمه؟ مشرم از اون نه چندل ما میگیم چندل شما تهرونی ها رو من نمیدیم نه ما هم اونجا ما هم کاشونیم داشتیم بعد خونه قدیمی بود بعد یه ما بهش میگیم مهتابی به حیات یه مهتابی تو دیوار شبا میمونیم زیرش مینشستیم جایگامو شده دستش مهتابی و تو این خونه اینطوری نبود که شما یه حال و پذیرایی داشته باشی قشن را آشپزخونه اوپن اینطوری نیست که یه اتاق اینجا یه را توش رد میشه یعنی همه به هم بس میشن مثلا اینجا خونه عمم بود اینجا خونه عموم بود ما اینجا زندگی میکنیم پدر بزرگ هم اینجا مثلا همه دوره هم زندگی میکنیم اون راه روی سالن اجتماعات بود جمع میشدن یه راه رو بود همه اتاقا به هم بس میشد. بعد پسر عمای من اینا هر کدومشون 8 سال 9 سال 10 سال از من بزرگتر بودن اونا بایرن مونیخ آلمانی تیر بودن. من زیاد یادم نمیاد سال 90 که آلمان قهرمان شد خب ما یه تلویزیون سیاه‌سفید کوچولو اونجا داشتیم مثلا من از اونجا خیلی چیزای تار یادم میاد 390 یا 990 1990 که آلمان قهرمان شد من کنار اونا آلمانی شدم
94 رو یادمه میدیدم. خب ما تو بوشهر نیاز به ماواره و نمیدونم اینترنت و اینا نداشتیم دیگه، ما تلویزیون رو روشن میکردیم میچرخوندیم، استارلینگ سر خود بود. ما قطر 1 و 2 رو داشتیم، عربستان 1 و 2 و 3 داشتیم، ابوظبی داشتیم، دبی، این شبکه‌ای که میگم ها بحرین رو داشتیم. آره ما مثلا اونجا همش کارتونای خارجی میدیدیم قبلی که ماواره بیان. و اینکه اینطوری بود، من 94 دیگه یادمه که دیگه 96 جام ملت‌ها قهرمان شده دیگه، بایرن مونیخ آلمانی شدم. توی شبکه‌های اجتماعی چجوری باید فعالیت کرد به عنوان بازیکن پرسپولیس که به قول خود یه ذره بین انگار روتونه؟ و مثلا شما پرسپولیس داری بازی می‌کنی، قرارداد تموم میشه یا به هر دلیلی مثل سربازی میری، یهو مثلا حسین ماینی همه عکساشو با پیرهن قرمز پاک کرده، شده مثلا یه از بچگی ملوانی بودم. ببینید این چه فازیه دارم اصلا کلن گذشته دیگه نمیتونی پاک کنی که. کلن من نگاه هم به شبکه‌های اجتماعی اصلا یه نگاه اصلا میگم مثلا کلن خودم یه آدم عجیب غریبی هستم، عجیب غریب بابت اینکه از همون بچگی هم دست به نوشتن هم خوب بود، یعنی می نوشتم، شاید مثلا همین تو علیکی خاطرات روزانه می نوشتم. انشا چند می شدی؟ انشا خوب بود. خدمت هست می نوشتم و حتی یادم استقلال عباس که بازی می کردم من تختم به نزدیک چسبیده به دیوار بود، من اونجا نوشتم مثلا تیم ملی پرسپولیس غرور، روش خط زدم رو دیوار نکردم رو برگم بنویسم، رو دیوار نوشتم که موندگار بشه، یعنی کلا می نوشتم. و حالا نمیدونم سیاست یا حالا اون چیزی که خودم دنبال میکنم، من همیشه مختصر کوتاه می نویسم ولی با مفهوم، مثل همین مثلا توییت آخر چی بود؟ که کیش و قشت آره آره. خداوند حفظ بفرماید. کلن آره دیگه کوتاه و مختصر می نوشتم. ببین من شبکه های اجتماعی مو برای خودم به عنوان یه آلبوم خاطرات در نظر گرفتم و اینکه مثلا من هر 6-7 ماهی میام پایین مثلا عکسای قدیمی رو میبینم لذت میبرم، مثلا انگار آلبوم برام میزنه. دقیقاً من دیدگاهم نسبت به حالا اینستاگرامم توییترم یا جایی دیگه فعالیت میکنم اینه، یه دفترچه خاطراته. من یه پیج پی وی دارم 3000 خورده تا توش پست دارم، به خانومم اون سری گفتم اگه یه روزی، حالا عمر دست آدمه دیگه، پرایوت هم هست، گفتم اگه یه روزی من رفتم تو اینو باز بکن بذار همه ببینن، 3000 خورده اونم مال 2002-2003 پیج پی بیم، اون که اصلا وحشتناک، یه چیز اونو بازش بکنه که اصلا یه چیز عجیب غریبیه، فقط باید بشینیم بخندیم. ایشالا که خود باشی و این پیج باز بشه به بازخوردارم ببینی دیگه، بازخورده مثبتش ایشالا انشالله. ولی میگم چون حالا اگه میشد باز بشه و یه سری خانه هم ببین هم فانه هم خانوادگیه، ولو یه فکر کنم 70-80 از دوستای نزدیکم و حالا خانوادم تو شهر، ولی کلن دارم دیگه، مثلا اونجا اینطوری پست میذارم که مثلا یه روزی 10 تا پست میذارم یا مثلا یه هفته نمیذارم، ولی یا آلبوم خصوصی ترم اون که دیگه خصوصی تره. آره برنامه برای مربیگری هم داری؟ برنامه که دارم، خیلی هم دارم. من مدرک سی آسیامو سال 2016 گرفتم. همون که بازی میکردم. بازی میکردم. یه چند روزی از آقای برانکو مرخصی گرفتم، رفتم تو کلاس ها شرکت کردم، بوشهرم بود. شرکت کردم و برگشتم سیمو گرفتم. الانم فکر کنم تا یه هفته در روز دیگه میرم کلاس مربیگری بی آسیا رو میگیرم. ببخشید. من دانشگاهم که درس میخونم علمی کاربردی هستم، رشته تخصصی مربیگری فوتباله. من... داریم همچین رشته، یعنی با این دوره ها چی؟ یه سری فقط دوره ها رو شرکت این میکنه؟ این دانشگاهیشه این که بیسیک، یعنی دقیقا بیسیک چیزه. من کاردانیمو گرفتم، الان ترم 2 کارشناسی هستم، شهر قدس هم درس میکنم. کلاس ها رو میری یا نه؟ حسین ماهینی که سر کلاس میری. خب الحمدلله یه تایمی که کرونا اومد همش چیز آنلاین بود دیگه، الان هم یه دوره آنلاینه ولی یه سری تایم ها رو میرم. تا چند سال دیگه من آخر سال مربیگری رو شروع میکنم؟ آره آخر سال میتونم مدرک کارشناسیمو بگیرم، خب لیسانسمو میگیرم و خیلی هم دوست دارم مربیگری. من اون 7 سالی که تیم ملی بودم
اکثر تمرینای کیروش رو نوشتم، یعنی همین الان تو خونه دارم رو برگه با توضیحاتشون. کار دفاع داریم، کار حمله داریم، تاکتیکا رو دارم. برانکو همون 4 سالی که باش کار کردم اون نوشتم. ترکیب برانکو کیروش بکنم ترکیب برنده بوده. خب ما تیم ملی 4-2-3-1 بازی می‌کردیم، اینجا اکثر موقع 4-4-2 لوزی خطی بازی می‌کردیم، تفاوت داشت دیگه. ولی تمریناشون رو نوشتم و خیلی هم علاقه دارم به مربیگری. همین الان شاید 200-250 تا تمرین فوتبالی دارم از صفر تا آخر فصل. یعنی همین الان بخوام تیم بگیرم تمرینای بدنسازی رو دارم، تمرینای گروهی رو دارم، انفرادی رو دارم، همه چی کامل دارم. علاقه هم خیلی دارم. میگه علاقه دارم دانشگاه رو رفتم، حالا مدارکش هم دارم میگیرم. یه سری هم صرف این که حالا مثلا توی اسافرس پولیس بازی کردن خیلی راحت مربی میشن. و ببین تو ایران مربی بشی تمومه، یعنی تو هیچ وقت بیرون نمیای، میچرخی واقعا. یه دوره که خیلی اینطوری بود، الان خدا رو شکر یه سری مربیای جوان اومدن، من فکر کنم عوض شده، یعنی پوست اندازی شده، یه خورده نس گرفته شده. یعنی یه زمانی تو یادمه تیمو قهرمان میکردی تو لیگ بودی، تیمو مینداختی تو لیگ بودی. قشنگ اصطلاح اون سال این بود که ما 15-16 تا مربی داریم میچرخن. دقیقاً. ولی الان فکر کنم حالا یه سری از دوستای خودم هم که فوتبال کنار گذاشتن دارن مربیگری میکنن، الان یه سری مربی جوان هم اومدن خوبم کار کردن خدا رو شکر، و امیدوارم که منم جزی که از اونا باشم، چون خیلی علاقه دارم و وقت میذارم تو خونه. من 7-8-10 تا کتاب دارم میخونم راجع به مربیگری، حالا تو اینترنت و این وربارم سرچ میکنم. علاوه اخلاقی هم خودم هم به لحاظ اخلاقی که حالا هم آدم آرومی هستم و هم یعنی میتونم ارتباط یعنی برقرار کنم. یعنی حسین مربی بشه تو کنفرانس خبری مثلا نمیگه آقا این داور چهارم بود، شاید بگم، معلوم نیست، داور سر ما رو برید، احتمال که بگم هست، کتشو در بیاره بندازه. نه نه، من تو ذهن خودم حالا میگم اینه که حالا استایل من، حتی استایل مربیگری من روش فکر کردم که لبخند اصلا با چه استایلی بخوام وایسم. مربیه مورد علاقت کیه الان در حال حاضر؟ در حال حاضر پپ. پپ گواردیولا. آره. زمانی که بایرن بود عشق می‌کردی. آره دیگه. ولی برای ما اروپا نیورد دیگه. همش تو به کی باخت؟ به چلسی. ما همه باختیم الحمدلله. اون سه سالی که بود. تو فینال باخت. اصلا فینال با هد دروگ با مساوی شد. نه اون که پپ نبود. فکر نکنم پپ بود. فکر کنم آنجلوتی بود، یادم نیست. اون برای که دیماتو بود، اون برای نمی‌دونم. آره. ولی قهرمانی برامون نیورد. ولی الان سبک پپ رو خیلی دوست دارم و کلوب چی؟ کلوب هم خوبه و اون به قول معروف سیستم دفاعی مورینی هم دنبال میکنم. ترکیب این ستا رو پیاده کن. آره دیگه، بعد کیروش رو برانکو رو داشتن ببینم چی در میاد. من الان هفتش بعد داخلی کیروش برانکو اون بر مثلث آتشین. دقیقا. پس مربی بشی خیلی با داوری و اینا کاری نداری. ببین تو لیگ ما هول نمیدن، نمیتونم بگم. میگن سر تیم ما رو بریدن، داوری علیه ما بود. خب از این 16 تا تیم الان خب کی داره سود میکنه؟ مگه میشه 16 تا تیم ضرر کنه؟ هیچ تیمی نمیتونه بگه من همیشه سود کردم، هیچ تیمی نمیتونه بگه من همیشه ضرر کردم. اینا همه چی برمیگره که دوستان وی ای آر رو بیارن وارد ایران بکنن. اینم جزء همون زیر ساختاییه که ببینید. حالا من یه چیز دیگه میگم، اگه وی ای آر هم بیاد بازی که الحمدلله بعد کرونا از 90 دقیقه شده 100 دقیقه، یعنی عملا ما شما نیمه دوم که 7-8 دقیقه تو شاخشه، زیر 5 دقیقه نداریم، اون برم بگیم 4-5 دقیقه قشن شده 100 دقیقه، اسمش 90 دقیقه. من فکر میکنم با این اتفاقاتی که حالا یه سری از دوستان دارم، حالا نمیدونم این بحث شلوغکاری و اعتراض و نمیدونم یقه اینو بگیر و اونو هل بده و این یه خورده تو اروپاش هم هست، ولی نه دیگه اینقدر تو ایران زیاده. حالا میگم تیم میکشن بیرون، اون که دیگه فاجعه بود، الان دیگه خیلی کمتر شده. ولی میگم وی ای آر هم وارد فوتبال بشه، ما از این 90 دقیقه که الان شده 100 دقیقه میریم قشنگ تو 120 دقیقه احتمالا پنالتی هم بزنیم دیگه بعدش. سر هر صحنه وی ای آر. آره ولی باید باشه. اگه وی ای آر بیاد تو ایران دیگه مثل اروپا دیگه میرن میبینن آقا مثلا یه جایی هند بوده نگرفته، حالا خیلی کمتر میشه. الان داور وقتی پنالتی میگیره مثلا شما پنالتی دادی دیگه، هر چقدر اعتراض کنید
فکر نمی‌کنم مثلا جز دو سه مورد خیلی دیگه پاس گرفته باشه. بله دقیقاً. یا اینکه مثلا بازیکن خودش مثلا تو بوندسلیگا بود دیگه، یارو خودش زد زمین داور پنالتی گرفت گفت آقا نبود برگردون. میدونی تو شاید مثلا به قول شما این لیگ ما فعلا نیست. الان زیر ساختش هم نیست. زیر ساخت نیست. ولی وی آر بیاد خیلی از مشکلات داوریمون حل میشه و من فکر می‌کنم اعتماد به نفس داوران میره بالا. اشتباهات هم کمتر میشه و دیگه خیلی از تیم‌ها نمیتونن دیگه بیان. اعتماد به نفس داور خودت بده جای داور. حالا بازیکن بودی سر زمان تشویقت کردن، سر زمان اول که دارن بعد و بیرا میگن مربی که شاکیه، بازیکن مثلا کارت قرمز میگیره خب برو بیرون دیگه، این که نظرش عوض نمیشه که او اعتراضه برای چیه؟ مثلا تو گوشه یکی هوادارا ببین، خب به قول شما وقتی داور حالا کارت زردی میده قرمز میده تا یه اتفاق عجیب غریب بیفته بتونه برگردونه وتو کنه، ولی حالا خودمونم بودیم دیگه، حالا یه جایی این کارا رو میکنیم، فشار رو داور مضاعف میکنیم، بیشتر میذاریم که تو آینده تو دقایق آینده بتونه مثلا. من که اخراج شدم حالا یه فشار اینطوری میذاره. آره من که اخراج شدم، ولی حواست باشه دیگه. و ببین تو لیگ ما به خاطر همین نبودوار تاثیر داره. مثلا مربی تراکتور گفت که آقا چرا واسه ما پنالتی نمیگیرین؟ تا چند هفته پیش هیچ پنالتی نداشت، بعد توی چند هفته اخیر 4 تا یا 6 تا پنالتی براشون گرفتن. اینو من ندیدم، یعنی الان از شما میشنم، ولی میگم همه چی موکول میشه با آینده دیگه. این یعنی اتفاقاتی که اینجا اوکی آره از اون نمیدونم این باشگاه بیانیه میدن و اینا که اصلا خیلی اصلا کجای دنیا اصلا همچین چیزی هست؟ هی این می نویسه اون جواب میده، اون می نویسه این جواب میده. مثلا تو رپ هست میخونن دیس میدن می اصلا. بعد مثلا دربی تموم میشه استقلال شاکی پرسپولیس شاکیه، داور به نفع یکی دون زده دیگه بالاخره. جفت میگم ببین میخوان فشار رو ارو خودشون کمتر کنن. این مهمترین دلیلیه که این کار رو انجام میشه، میخوان فشار رو خودشون کم بکنن و به قول معروف حالا یه سری دلایل شکستی که حالا به خودشون مربوط میشه رو یه خورده کمتر کنن. اصلی ترینش اینه، از اون بار مسئولیتشون رو خالی کنن. و اینجوری که اگه فرضاً یه پنالتی اشتباه هم باشه توی کنفرانس خبری بعدش میان که خیلی هجمه وارد میکنن، نه اگه به نفعشون باشه داوری درست بود که یه وقت یه جای تیز نزنه که خود مربی هم موافق بود که به نفعشون گرفته شده و دیگه از هفته بعد دیگه مگه میشد یه سری مربی ها رو من حالا میدیدم کنفرانس ها میگفتم ما راجع به مربی راجع به داوری صحبت نمیکنیم، ولی بعدش رو میدیدیم درست مربی خارجی می اومد هفته اول به تصمیمات داوری احترام میذاش، هفته دوم یه نقدایی داشت به خاطر هفته سوم گفت خود داور خوبه کمکاش کردن، چون فرهنگو بلد نبود دیگه، میان تا بخوانی خوره آداپته بشن خیلی سریع آداپته آره میشن دیگه. سریع از هفته چهارم دیدیم یاد خدا شد دسترسیشون به اپ استور اوکی هرید آپدیت بزنن سریع بعد دو سه هفته برمیگردن. بعد چیا یاد میدین به اینا مثلا به بازیکن خارجی مربی خارجی اولین کلمه‌ای که یاد میدین چیه؟ اولین کلمه که فوشه دیگه بیشتر. آره فوشایی که به درش بخوره مثلا تو جامعه تو استادیوم جواب بده. دقیقاً نه جواب که نه، ولی مثلا میگیم بهش خب ما بازیکن شیطون خیلی داشتیم، مثلا لبخند نزن، مثلا بازیکن شیطون داشتیم دیگه، مثلا میومد به بازیکن خارجی مثلا چند تا فوش یاد میداد، میگفت مثلا برو به نمیدونم به این تدارکات به این نگهبان دمه در یا مثلا فلانی بگو که این کار را بندازه، این میرم فوش میداد یارو میگو من چه میدونم اون به من گفته آخره فصل. نه فقط تو ایران، فکر کنم تو همه جای دنیا این باشه، به اونو یاد میگیری انگار دستت پره دیگه، حداقل میتونی آقای دفاع کنی فشا پره. آره پیشنهاد بازیگری هم داشتی؟ اون سال که حالا پیمان و مهراب قاسم خانی به من زنگ زدن، من سال 91 بودم برای پژمان، برای سریال پژمان یه دو سه تا قسمت بازی کردم، خیلی آدم کم روی هم بودم، یعنی اردو تیم ملی هم بودیم و قرار بود پخش بشه، من به بچه‌ها گفتم امشب بریم مثلا فلان شبکه رو نگاه کنید، من بازی کردم، شوخی خنده مسخره، من شروع ورود من به عرصه بازیگری با یه سلام دارم یه سلام میدم مثلا چیز چنده بود حضورت؟ فکر کنم ده دوازده دقیقه بود. تو بودی یک من بودم، پژمان بود، سام درخشانی بود، نه بازیگر مهمان فوتبالیست تو بودی و خسرو فکر کنم بود، آرش ورانی بود، خسرو آرش ورانی، حمید خان درخشان بود، بهروز عبریفر بود، محمد محمدی بود گلر، آره فکر کنم علی موسوی هم بود،
علی موسوی قدیم. و همین چند وقت پیش پارسال هم یه فیلم سینمایی به من پیشنهاد دادن، گفتن که یه فیلمیه که یعنی کات نداریم، یعنی یه ضرب داره فیلم برداری میشه. گفتم آقا پس منو بذارین 3 دقیقه آخر که شما مثلا 130 دقیقه ضبط کردین میرسین به ببین دوربین به سبک مثلا من بلد نیستم نه دوربین یه ضرب میره، یعنی کات نداره بینش سکانس پلان دیگه. میگم ماهی و گربه والا من سردرمن حوزه کاری من خودم خیلی فوتبال ولی طوری بود که اصلا کات نداشت، یعنی یه ضرب فیلم برداری میشد، یعنی شما دقیقه یک اشتباه میکردی دوباره برمیگشتی از اول. یعنی فیلم سینمایی هر مثلا تایمی که داشت همونقدر طول میکشید فیلم برداریش. نه ببین شما دقیقه اینجا رو تا اینجا رو در نظر بگیر این فیلم، خب مثلا 1:40 است، شما دوربین همینجا پخش میشه میره بدون اینکه استاپ بشه، همینطور تو اتفاقاتی که تو فیلم میفته، شما اگه اینجا اشتباه بکنی دوباره برمیگردی دوباره از اول برمیگیری. آره. اینجا اشتباه بکنی دوباره برمیگردی از اول اینجا اشتباه. من گفتم 3 دقیقه آخر اینجا رو بگیری که شما تو اون 3 دقیقه دیگه یا کاتش میکنی یا ردش میکنی میره. و علاقه هم داری؟ راستیتش من دوست دارم کاری که بلدم رو انجام بدم. حالا مثلا سینما خودم فیلم و سریال زیاد میبینم، دوستم دارم، ولی هم تو حوزه کاری من نیست، هم نه شناختی دارم، نه چی میگن درسشو خوندم، نه بلدم، نه یه سریالی بود که ما پژمان بازی کردیم، حالا خداشو خوبم بود، ولی پیشنهادی بشه بعد به قول معروف ببینم چطوریه حضورم تو فیلم چند ثانیه یا دقیقه میشه که بتونم. فیلم و سریال چی ها میبینی؟ تلاسو رو میبینی الان؟ الان نه. نه من بچه ها زدن تلویزیون رو شکوندن فعلا کنسل کردیم، ولی مثلا بیشتر سریال خارجی رو میدیم. من چند وقت پیشم پوستشی رو دیدم، قشنگ بود. و ما سه تا خارجی میبینیم، لابلاش ایرانی هم رد میکنیم. خلاصه ارقه ملیه رو حفظ کنیم. آره دیگه زبانه. همون یه سنت آقای ایلان ماسک دیگه، عرض خارج نمی‌کنی اصلا، فیلم هم داخلی می‌بینیم یا خودت برش می‌گردونی یا همین. حسین ماهی به مهاجرت فکر می‌کنه یه روزی کلن بره مهاجرت؟ اگه نگم بهش فکر نکردم دروغه، بهش فکر کردم، ولی من میگم تو حوزه کار من اگه فوتبالیست بودم میتونستم برم بیرون بازی بکنم که اونم اسمش مهاجرت دوباره برمیاد. من بهش فکر کردم ولی من ایران خیلی دوست دارم، دوست دارم بمونم همینجا. حالا میگم تو فوتبال طوریه که شما خیلی کم پیش میاد، حالا من میخوام ورودم بکنم به عرصه مربیگری، طوریه که مربی ایرانی خیلی کم خارج میشه حالا بخواد بره بمونه، ولی کار من تو ایرانه و چرا من برم، میخوام بمونم. بمانو پس بگیر. حالا شاید یه سری ها دوست داشته باشم برم، ولی من به قول معروف میکنم. این که میگی فکر نکرد، یعنی نمیتونم بگم فکر نکردم، خب همه دارم فکر میکنم. فکر میکنم آره. ولی فکر کردنه دیگه حداقلشه، خیلی هم دارم میرن. ولی من دوست دارم تو ایران بمونم و احتمال خیلی زیادم میمونم و همینجا کارم رو ادامه میدم. ایشالله. با امید خدا. بریم یه سری سوالایی که عزیزان پرسیدنم بخونیم و اگه دوست داشتی جواب بدیم. بفهم. گفتن از تیم 95-96 با کی هنوز صمیمی؟ هستم. خب جلال که حالا دوستی سید جلال دوستی 20 ساله داریم، ما تیم ملی امید، تیم ملی بزرگسالان، پرسپولیس، رفت آمد خانوادگی داریم. کمال هم همینطور، امید آلیشا، علی بیرانوند. رفیق سمی استقلالی هم داری؟ مهدی قاعدی هست اشاره. توی سواله هست که راست میگه مهدی قاعدی پرسپولیسی بوده؟ ببینید اون سالی که مهدی ایران جوان بازی میکرد، لیگ یک بازی میکرد، یه روز برانکو به من گفت که خب ما رفتیم دیدیم و فیلم و ایور اوور همچین بازی کنی تو بوشهر هست میشناسی؟ گفتم کی؟ اسمشو بهم میگی من برم بپرسم. خب من رفتم پرسیدم و اینا، مهدی قاعدی بود. بعد باش تلفنی صحبت کردم و اینا، اوائل اوکی بود، ولی مهدی خودش همون سال 95 بود فکر کنم 17-18 سالش بود، عموش به شدت پرسپولیسی بود، باباش اینا و خودش استقلالی بود، گفت اوکی و اینا.
و من بهش گفتم که برانکو به من گفته که بیا استقبالم که، ولی بعدش یه سری اتفاقات افتاد که الان از باشگاه استقلال مثل که رفتم بوشهر زودتر. اون دوره بود که پرسپولیس میگفت هر کی میخواد بیاد خودش بعد بیاد، ما پول رضا و پول میدادن به ایران جام بوشهر، پول رضایت نمیدادن، خودش پول بده بیاد بازی کنه، خودش یا پول بده یا رضایتش رو بگیره، ولی استقلال رفت اونجا فکر کنم 300 400 تومان پول رضایت داد و رفت استقلال. الان دیگه استقلالیه دیگه، بخیر هم بود، استقلالی هم بود، خودش استقلالی بود، خودش استقلالی بود داره. پس مهدی قاهری از اول استقلالی بوده. اولین پولی که از فوتبال در آوردی چه تیمی بوده و باهاش چی خریدی یادته؟ آره من همون ایران جام بوشه بازی می‌کردم، 6 ماه مونده بود قراردادم تموم بشه، خب منو تعبیت کردم به تیم جوانان، چون هم جوانان بازی میکنن هم امید هم بزرگسالان. اون موقع 100,000 تومان به من پول دادن، اولین پولی که درآوردم رفتم یه کفش آدیداس خریدم، قرارداد 20 تومانم گذاشتم روش، آدیداسی خریدم که زبونش دورش کش بود میافتاد زیر کفش میرفت، سه تا نمیدونم لژ بود نمیدونم چی بود رو کفش، میگفتن سرعت توپو زیاد میکنه نمیدونم کات میده، ما هم اونو که خریدم شبا بغل خودم میخوابید کفشه، به خدا اصلا یه چیز عجیب غریبه بود. برانکو بین دو نیمه پرسپولیس از دوهل چی گفت؟ همون بازی که یک هیچ بود رفتیم اومدید سه تا زدید. به جرئت میتونم بگم بهترین برد فوتبالی من اون بازی بود. خب ما تو مرحله گروهی اومده بودیم بالا، بازی تکاسیمونم برده بودیم رفت و برگشت، خوردیم به دویلی که 6 تا بازی گروهیشو برده بود رفت و برگشت، مرحله قبلش هم برده بود 8 تا، ما هم تو قطر یکیش برده بود 9 تا برد پشت سر هم داشت، تیمش وحشتناک بود. خود سید جلال میگفت که مثلا بین دو نیمه دوستش فقط این بازی رو نبازیم، من گفتم شما گفتی آره. یعنی سعوده رو گذاشتید کنار یه وقت نبازیم. ببینید خیلی تیمش خوب بود، اصلا ما استادیوم هم پر پر بود. اون سالی هم بود که ما رفتیم فینال آسیا دیگه، یعنی دو تا پنجرهمون بسته بود و خیلی شرایطمون سخت بود، خسته بودیم داغون بودیم ولی بازی میکردیم. یک گل علکی هم خوردیم، اومدیم قشنگ آدمه گلی که خوردیم تا 5 دقیقه استادیوم آزادی، یعنی صدا نفس هم نمیومد، یعنی انگار مثلا ورزشگاه خالی بود بعد گلی که خوردیم. رفتیم تو رخکن و خب برانکو اومد تو صحبتای حالا تاکتیکی و چیز میگفت، برانکو همیشه یه حرفی میزد، ما 2-0 میبردیم میومدیم تو رخکن، میگفت آقا یا باید گل نخوریم همینو ادامه بدیم، یا اگه گل خوردیم وضع خرابه، یا اینکه اگه میخواین راحت باشین دو این 2-0 گل سومو بزنید بعدش برین اشغال. ولی این بازی اومد صحبت کرد تاکتیکا اینا، گفت عصبانی بود نه برانکو اکثرا آروم بود، چون واقعا دیگه تیمون هم صد جدول بود تو لیگ، همین که حسوی رو داشتیم، نه همین این بازی رو میگم، همون خسته بودیم میدید ما داریم چقدر تلاش میکنیم، تمرینای برانکو هم خیلی سنگین بود همیشه و چیز خاصی نگفت، کارهای تاکتیکی گفت و اینا، ولی ما خودمون دوره هم که جمع شدیم گفتیم آقا مثلا این بازی رو بریم که حداقل نبازیم، این همه آدم اومده حداقل بریم نوار مثلا پیروزیای دوئل رو قطع بکنیم میدونی. بعد دیگه اونجا شروع گل سید جلال، فکر میکردین نه 3-1 بشه یا نه؟ فکر نمی، ما تمرکز گذاشتیم یا بریم 1-1ش کنیم یا 2-1 ببازیم ببریم که مثلا آبرومندانه خوشبین‌ترینمون این بود، ولی گل اولی که جلال زد ورزشگاه بلند شد شروع کردن، بعدش گل دوم، ببین گل دومو که زدیم من گفتم الان آزادی میاد پایین، اصلا یه چیز وحشتناکی بود. گل سوم که دیگه شما ببین آقا کریم از اون ور چطور دو چمن داره میدوه میاد اینجا، اصلا خود که این باری که آرومه اصلا یه چیز، میگم بهترین برد فوتبالی تاریخ من بود به نظرم. بازنشستگی چه شکلیه؟ اصلا بازیکن خودش یه جا بازنشست میکنه خودشو یا نه میبینه که آقا دیگه ببینید دیگه من میتونستم تا 3-4 سال لیگم بازی کنم، من یه عمر عشق فوتبال داشتم، یعنی هدف اول آخرم فوتبال بود، زندگیم فوتبال بود، همه چیمو بر اساس فوتبال میچیدم. من مهمون میومد خونم ساعت 11 و نیم که میشد مینداختم بیرون، یعنی میدونستن میگفتم من بعد بخوابم،
حالا میرفتی میخوابیدی واقعا. یعنی مثلا حالا خیلی جا مثلا با خانم هم مثلا بحث اینا میکنم، من جلو مهمون تو صورتش مثلا خمیازه میکشید، گفت آه خوابم میام، خانم هم میگفت بابا نکن زشت آبرو میره، ولی دیگه بعدش دیگه علنی میگفتن، گفتم ببخشید من فردا تمرین دارم بعد برم بخوام، اینا میدونستن وقتی من برم بخوام اینا دیگه بعد برن دیگه. من تا 4-5 سال دیگه مهمونا راحت میتونم بشینم، راحت تا صبح میشینیم الان. من تا 4-5 سال دیگه میتونستم بازی کنم. ها اینجا داشتم میگفتم من عشق اول زندگیم فوتبال بود، ولی وقتی شما ازدواج میکنی دو تا بچه داری دیگه اولویتای زندگی عوض میشه. من 20 سال 25 سال فوتبال بازی کردم، همه چی فوتبال بوده، ولی الان همه چی زندگی من زن و بچه‌هام، خانواده است و دیدگاه من نسبت به زندگی عوض شد. من خدا رو شکر الحمدلله خیلی اون چیزایی که اصلا فکرشو نمی کردم خدا بهم داد، خیلی بالاتر از اون سقف آرزوام بهم داد. همیشه هم شکرگزارش هستم، همیشه هم خدا رو شکر میکنم. نمازم هم میخونم، حالا اینجا شد، من نماز خیلی راحت میخونم، با لخت میخونم، با شورت میخونم، و نمازم هم نمیخونم برای بهشت و جهنمی که میخوام برم. من نماز میخونم فقط به خاطر اینکه بعد نمازم فقط و فقط از خدا تشکر کنم، همینو بس، بابت چیزایی که بهم داده. و میتونستم 4-5 سال دیگه هم بازی بکنم، ولی میگم دیگه اولویتمو گذاشتم خانوادم. من پیشنهاد شهرستان داشتم لیگ برتر، نرفت، حتی رفتم برگشتم گفتم دیگه بذار این همه سال بازی کنم، الان دیگه بزرگ شدن رو به بچه‌هامو دیگه باید حقمو ببینم دیگه. الان هم همش تو خونه فوتبال بازی میکنی با پسرم و دخترم، قایموشک بازی میکنی دیگه، الان اشغال هم اینه. تمرینم یه آوردی بودی؟ خیلی آوردم. مایسا که تو تمام تو سه تا قهرمانی اولمون بود، مایسا 6 سالش بود، 6 ماهش بود تو بغل من سرود قهرمانی میخوندیم پرسپولیس. سال بعدش اومد. میگم خدا رو شکر تو فوتبالم تره خدافظی کردنه با همه تلخیاش و اینا. آره من کلا آدم چیزی هم هستم، فوتبالیست نیستم، حسین معینی مرد خانواده. الان دیگه واقعا من نباید بگم الان دیگه اولویتم شده خانواده، حالا بعدش مهموناتون چه خوشحال شدم. مهمونامو که میشینیم قشنگ شله میزنیم، تخته میزنیم. چه آهنگایی گوش میدی؟ آهنگ من همه چی رو گوش میدم. من خدمتتون عرض کنم خیلی رضا صادقی رو دوست داشتم، الان هم دارم، دوستم هم هست. اونوری هم ابیو خیلی دوست دارم، عارف رو دوست دارم، خانم هایده خدا رحمتش کنه، خدا بیامرزه. ولی کلن رپ هم اتفاقا گوش میدم. یعنی به آهنگی نمیگم تا زمانی که خودش استوب شه. یه کافه ای بسن که داشتی گفتن هنوزم کافه رو داری؟ اگه داری کجاست؟ من چه خوش شانسم. ببینید ما کافه رو گرفتیم، اجاره کردیم، دیزاین کردیم، اومدیم استارت بزنیم، کرونا اومد. یعنی همزمان با کرونا، یعنی خوب نیومده ما رو بگیرن. سر کرونا خیلی اذیت شدیم، همش تو قرنطینه بودیم، نمیدونم کارهای دیگه نمیتونستیم بکنیم. و اوایلش هم که اصلا وحشت اصلا وحشت الان نبود که، همه ترس داشتن، یه چیز یه بیماری عجیب غریبی بود، جدید بود، هم دور از جونه داشتن میمردن و خیلی اذیت شدیم. ولی قراردادش که تموم شد دیگه تمدید نکردم، ولی شاید بود چند ماه اخیر یه خورده حالا سرم چیز بشه دوباره آره را بیفته ان شاء الله. گفتی یه روز بازیکن حرفه‌ای پرسپولیس چجوری بوده؟ یعنی اون تایمی که پرسپولیس بودی یه روز که از صبح بیدار می‌شدی تا 11 و نیم بقیه‌اش بهمون بوده؟ خب من همیشه حرفه‌ای زندگی می‌کردم، همیشه شب زود می‌خوابیدم، روزا صبحام زود بیدار می‌شدم. من قبلی که ازدواج بکنم همیشه یکی بغل خودم داشتم کارامو انجام بده، برام صبحونه آماده می‌کرد، نهار و حالا شام. خود تمرکز رو فوتبال باشه؟ آره تمرکزم رو فوتبال، هم می‌رفتیم تمرین می‌اومدیم. یه جایی خسته بودم و راننده، چون زیاد اهل رانندگی نیستم، دوست ندارم، نه مدیر برنامه نبود، دوستم بود، کمکش می‌کردم، حقوق بهش می‌دادم و خیلی هم اذیتش می‌کردیم بیچاره. اهل کتاب زیاد نبودم، ولی کتابای بریان تریستی رو می‌خوندم، روانشناسی بود، یه سال اومد ایران فکر کنم، خیلی دیگه پیر شده بود. خدمتتون عرض کنم تمرین، سریال،
خونه، من ماشینم رو یه BMW خشک خریده بودم، تو 9 ماه فکر کنم 2000 تا کار کرد، همش میرفتم تمرین، همش خونه، کلن خونگی همه. من همین الان یک ماه بذارن تو خونه راحت میشینم، بیرونم نمیرم، ولی میگم فکر و ذکرم همش فوتبال بود. و آره بعد بازنشستگی چی؟ برنامه عوض میشه نه؟ بعد بازنشستگیم که الان تقریبا شدم دیگه، هنوز اعلام رسمیش نکردم، الان تو خونه مثلا با بچه هم بازی میکنم، یه خورده مرور میکنم مربیگری، حالا دانشگاه میرم، حالا بیزینسی که با بچه ها دوستای خودم دارم بیرون از فوتبال، و علاقه خیلی شدیدم به مربیگری دارم. لیگم جدی دنبال میکنم، لیگم تا اونجایی که کارتون نباشه با بچه ها یه تلویزیون، دو تا تلویزیون داشتیم، تلویزیون رو سوزوندن میرفتم اتاق اونوری بچه ها میدیدم، ولی الان بعد رو آیپد ببینم دیگه. آره فوتبال خبری. اکانت مخفی توییتر داری؟ حتی بگیم دارم. داری؟ آره. طنز می نویسی توش یا نه چیز دیگه؟ اونم طنز بیشتر، اونم خیلی قدیمی فکر کنم، گفتم آخه مثلا تو اکانتت همه چی می‌نویسی دیگه، اکانت معروفه نیاز نداره چه که داری. توصیه‌اش به جوونا که حالا مثلا میخوان فوتبال شروع کنن، یه سوالیه که شاید هزار بار از من شده، اصلا این از زمین خاکی شروع کردن دیگه الان جواب میده یا نه؟ ببین اگه بابا دوره ما زمین خاکی معنی نداره، دوره ما زمین خاکی وجود داشت، مثلا الان این همه مدرسه فوتبال و نمیدونم آکادمی این چیزا نبود که. الان شما هر جا نگاه کنید چمن شهرداری اومده نمیدونم برای یه سری اماکن ورزشی چمن مصنوعی، ما اون موقع رو آسفالت و نمیدونم زمین خاکی اینا بازی می‌کردیم، ولی الان شرایط خیلی خیلی بهتر شده. توصیه‌ای که می‌کنم فکر و ذکرشون رو بذارن رو فوتبال، مثل من که همش فوتبال بود. خیلی خیلی نقطه، ببین خیلی نقطه‌های ریز 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 هست که یهو شما رو بولد میکنه، شما رو بزرگ میکنه. من اینا رو کنار هم همه چی نمیدونم، غذا خوردن هست، استراحت هست، خواب هست، شبکه اجتماعی هست، رفتار هست، کردار هست، احترام که من خیلی به این اعتقاد دارم، احترام حتی اگه یه نفر یه روزم از شما بزرگتر باشه احترام بزرگتر تو به حفظ، خیلی تو این چیزا من وسواس دارم و اعتقادم دارم خیلی. حالا تو این برنامه فکر نکنم بگنجه. اگه با یه تکل میتونستی که فوتبال یه نفر رو تموم کنی، رو پایی که تکل میزدی؟ من هیچ وقت فوتبال کسی رو تموم کنی؟ نه، چی میگم شما نگاه کنید، هر کسی تو زمین فوتبال یه خانواده داره، یه پدر داره، مادر داره، دوست دختر داره، داداش داره، خواهر داره، آشنا داره، همه چششون به شاید عشقشون اون باشه، داره براشون بازی میکنه، حالا شاید یه نونی هم به سر سفرهشون ببره، و خیلی از فوتبالیست هم هستن که شاید دارن زندگی 7-8 تا خانواده رو میچرخونن. من خودم به اینه دیدم، میکردم، میکنم، دیدم و در آینده هم همچین چیزی هست، ولی هیچ وقت نه دعا برای کسی کردم فوتبالش تموم شه، نه مثلا دعا برای کسی بازی کنه، اصلا همیشه براش دعای خیر کردم، خودم همون ده برابرشو بهم برگردونده خدا رو شکر. توی فینال بازی با اولسان که دفاع راست دوست داشتی باشی تو اون بازی، مثلا اگه همون بازی هم همون نتیجه هم میداش، مثلا یه نایب قهرمانی دیگه به اضافه میشد، هتریک میکردی، ولی مثلا اون هندرم تو میدادی، پنالتی هم تو میدادی. راستیتش نه، چون میدونم فشار چقدر زیاده، من میدونم مهدی شیری اون موقع به نظر من پیر شد، باید صحبت میکردم، ولی من خودم یه دوره خیلی روم حجمه بود، ولی اینقدر بیخیال و چیز بود اصلا من راحت رد میکردم. روانشناس داره تیما؟ یکی از معضلات فوتبال ایران به نظر من نبود روانشناس تو تمام باشگاه‌های ماست، خیلی خیلی میتونه تاثیر بذاره. بقول تو همین فشاری که مثلا هست میتونه اصلا فوتبال یکی رو تموم کنه. تموش خیلی ها تموم شد، خیلی ها اصلا فوتبالشون 100 بود شدن 20، خیلی ها یعنی بخوام اسم ببریم زیادن، ولی روانشناس به نظر من خود کریس و نمیدونم مسی و اینا مگه فقط تمرین میکنن؟ دکتر تغذیه دارن، دکتر روانشناس دارن، نمیدونم دکتر خانواده دارن، روانشناس خانواده دارن، هزار تا چیز دارن. یه بازیکن نمیتونه 20 سال یو تو اوج باشه، هزار تا چیز بغلشه. یه ترکیب 11 نفره از فوتبال خارجی بخوای بگی بدون محدودیت، یعنی بازنشسته شده نشده الان بازی میکنه نمیکنه؟ نویر
فیلیپ لام، بکنبایر، مالدینی، کارلوس. چند میچینی؟ من 4-3-3، 4-2-3-1. خب من ترکیبی که الان میخوای بگیو الانم آخه خیلی هجومی داریم، 4-3-3، رأس عقب که یه دونه هافک دفاعی، دو تا رو دستش. هافک دفاعی رو میذارم میشایل بالاک. سی زنگ پوشه عاشقش بودم من، آلمانی ها بودم دیگه، عجیب غریب آلمانی و شماره 13 و پستت نبود. آره بالاک رو دستش میذارم، زیدان و پول اسکولز، چپ و راست کریس مسی، نوکم رونالدو برزیلی. اون که تنک وحشتناک. کاپیتانشون کیه؟ کاپیتانشون هم زیدان. زیدان با تمام احترامی که به آقای بکنبایر قائلم و بالاک، ولی زیدان خیلی یه ترکیب ایرانی از لیگ خودمون، یا بازیکن ایرانی بخوای بگی که جلوی اینا بازی کنن، ایرانی لیگ خودمون رو فراموش کن، یعنی ایرانی باشن، ایرانی باشن چه نباشن. علی بیرانوند، خودم تو ترکیب باشم یا نباشم؟ خودتو بذاره. خب من سه جلال، پژمان منتظری، محمد انصاری، اینم همونطور یه دونه، اینو دوتا میذارم بقیم رأسمون جلو باشه، کریم باقری، کریم باقری، جواد نکونام، جلوشون علی کریمی، راست آقا مهدی مهدوی‌کیا، چپ حاجه؟ نه چیزه هافک. آره بال آقا مهدوی‌کیا، نوک علی آقا دایی، چپم ناصر محمد خانی. یازده شده یه مهاجم کم هنوز. نه دیگه 4-2-3-1. یه دونه بعد پشت باشه. یه دونه کم گذاشتم نه؟ مربی آینده رو. کریم باقری رو کیو گذاشتی؟ نه درسته دیگه. کریم باقری، جواد نکونام، جلوشون علی کریمی میشه. سه تا اونجا درسته. درست شد. آره. حالا تو ترکیب می‌چینیم. آره. بعد بازی نتیجه‌اش چند میشه این بازی؟ نتیجه‌اش فکر کنم 3-1 منتخب جهان. البته من مارادونا رو هم یادم رفت، خدا رحمتش کنه، ولی حالا مارادونا بذار اون نیمکت دیگه با زیدان عوضش. بازی تموم شه لباست با کی عوض می‌کنی؟ بازی تموم بشه یا زیدان یا بالاک. با احترام با آقای زیدان، با بالاک عوض می‌کنم. آقا دمت گرم، مخلص، خیلی کیف کردی، مرسی از ان شاء الله که زودتر تو لباس مربیگری یا نه کت شلوار مثل کلوب مخالفه میشی یا هر چی ببینید و شاید موفقیت باشی. مرسی، مرسی از خوشحال شدم. مرسی، ممنون، متشکرم.